وای دیدی چه خاکی به سرم شد. وای دخترم، داداشون، جواب برادراشو چی بدم آخه؟ آقا داداش، آقا داداش نه، اگه دختر نازنینم از دستم بره جواب پسرامو چی بدم؟ جواب فرمونه چی بدم که تو این دنیا همین یه خواهره داره و جونش واسه اون در میره؟ وای خدا، جواب قیصرو چی بدم؟ بفرمون، خبر دادی؟ چی شده خانم؟ دخترت؟ آره ننه، چیز میزی خورده؟ آره ننه، سم خورد، خیلی هم خورد. شاید خاطر خواه بوده، پسرمویی، پسرمه، یاخه بی خودی؟ یه اولو بلا پسم داد، دیده چه خوکی به سرم شد. وای خدا، فرمان اومد. چی شده؟ گریه نکن ننه، اینقدر بیتابی نکن ننه جون، هرچی مقدر باشه هم. چی شده؟ چی شده؟ آخه ناسلامتی ما دعاششیم، چی شده میگم؟ سم خورده فرمون خون، ما بی هوا بودیم یه دفعه دیدیم افتاد لبه حوز، رنگ شده بوده اینه و این دیوار. اسمو زنده نگه دار، نکنه یه وقت بمیره. این آقا برادرشه؟ آره ننه، برادر بزرگش. خدا انشالله صبرش بده، قصابه؟ آره جنم، فرمون معروف. پس فرمون فرمون که میگن اینه؟ آره. منم مال محل شمام زیر گذر حاج میتی، میگن ننه خیلی برو برو داشته، یک که بزن محل بوده، بعد رفته مکه و همه چیزو گذاشته کنار و نماز خونش. ببخشید شما پدر این خانم هستی؟ نه من داییشم. حالش چطوره؟ حالش چطوره؟ والا خیلی دیر شده بود، خیلی خورده بود، ما نتونستیم کاری بکنیم، متاسفیم. یار ما بشتو، یار ما بشتو. فرمون خانده ای جون، تو ننه رو ببر خونه، منم میرم دکونو ببندم و بیام. این کار
کاغذ سوسینش بود. بیا پلوی خودت نگرد، همه کسی که محرم نیست جونم. پابی بالا. چه میگه آبجی؟ بشین داداش، یه کاری باهات دارم. قربونه دستت اینو بخون، تو رو خدا پلو خودمون بمونه. این کاغذ فاتیه که توش یه چیزایی نوشت، حتما نوشته که چرا، نوشته که چرا این کارو کرده. خدمت سروران خودم، مادر جون و داداش فرمان و داداش قیصر و خاندهی، حالا که میان شما ها نیستم، بخون داداش، من خودم میخونم بعدم برای تعریف میکنم. خوب شد که از این دنیا رفت، و الا جواب قیصر و فرمونو چی میداد؟ حالا فرمونو میشه ساکت کرد. قیصر رو بگو. آخه داداش بگو چی شده؟
آبجی خیلی بده، نخواه که بسط بگم. حالا که کار از کار گذشته، اونی که نباید پیشه شده. آخه من مادرش هستم، بگو داداش، بگو چی شده. چی بگم؟ چی بگم؟ خدا انشالله به همه ما صبر بده. اون وقتی میرفته خونه بدری درس بخونه، یه روز منصور داداش بزرگه بدری به یه هوایی میره پهلوش. چی بگم دیگه؟ یا باد بیزر رو خاک بر سرم شد. همش به طفل معصوم میگفته میگیرمت، اما دیگه اون آبستن شده بود و هیچ راهی نداشته. پس این طفل محسومو بی اسمتش کردم. من از نصفش رسیدم خانده ای. کی؟ آرمان. گفتم کی؟ ده حرف بزن خانده ای. چرا حرف نمیزنی خانده ای؟ منصور آقمنگل. ای بی معرفت های نولوتی. خونشو میبخشم. نه فرمون، نه تو قسم خورده بودی، تو جلوی پیغمبر قسم خوردی، توبه کردی. ولم کن. نه قسمتو فرو بده و سال بعد بفرست. من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن، صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه. ولی پیشتر از اون من این کاره میکنم. به ناموس زهرا تیکه تیکشو میکنم. فلم کن بذار برم. افل منو بزن بعد برو، واسه پهلوان خاریه فرمون. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونهی میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردا باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. آجو رو از تو دیوار میکشیدم بیرون. اما حالا چی؟ چشم آب آورده، پاهم میلرزه. خیال میکنی به من چی میگذره؟ دلم داره کنده میشه. این جیگرم واسه فاتی داره آتش میگیره. الان چی کار میتونم بکنم؟ واسه پهلوان مرگه. تو قسم خورده بودی فرمون، چاق رو بده منو صلوات بفرست. نمیخوام بگن خوارزادت نامرده، دست خالی میرم. یه سگ کمتری. آبچیم خودشو کاشت. اینا همه گذار میدونم. بذار این داشتهای دیگه تم بفهمن. منصور داشتون آبچیمو کاشت. اون داره چرت و پرت میگه. اول اون طفل معصومو بی سیرت کرد، بعد عینهو سگ زد زیرش. بذار داشتهای دیگه تم بفهمن که تو چقدر نالوتی هستی. نالوتی ناکس. چرا چنمو میکنی؟ مگه این داشه بی همه چیزتون رو نمیشتاسین؟ این داشتون چیگر منو آتیش زده، بی همه چیز ناکست. تو
آنه کشمت آروم نمیشینم. برم کنید میکشمت. بری کنار میکشمت. نمیسرم از چنگم فرار کنی. میکشمت ناکس نالتی. میکشمت کریم. قیصر کجایی که داشت تا کشتن؟ فرمون که میگفتن این بود همه شلکیه. هر کس رو ناکسی خیال میکنه زرنگه. با ما کسی نمیتونه در بیافته. هب برادر کوچیکش بترسی. یالا تو بازار چه شلوغه. هر رو پشتمو میبریمش رو سرتون درزه. از آبادان میای؟ اینجا غریبی؟ ترم خیلی بزرگ شده. تا زیر بازار چند باست برم؟
زیر بازار چی؟ الله صدای پای قیصره. ننه خوندی؟ فاتح فاتح بیا سوقاتیاتو بگی، میخوام یه سرم در دکان پیش فرمو. سل خوش اومدی قیصر. دلم وسط یه ذره شده بود نوکرتم. چرا اینجوری شده؟ پیرانی که میخواستی واسه آوردم، همون رنگی که میگفتی دوست داری. اینم یک کدوس داشت فرمونه. ها پیدا کردم، اینم یه انگشتر عقیق اصل واسه خانده ایجینه. فاتح جون گذاری که ببینی قیصر واسد پیرن آورده. آخ گذاری فرمون، چرا قیصر تو تنها گذاشتی؟ یای بچه قیصر برای تو زمانی جا دخترم بشین، بیا تا یه چایی برات بریزم، تازه دمه. برای آزم یه خورده میوه بیار آبجی. نه خانم جون، میوه تو عزا اصلا طعم نداره، من هیچی نمیخورم. رفته بودم امامزاده
یه خورده با آقا حرف زدم. آخ، این دنیا اصلا به هیچ کس وفا نداره. دیشب خواب فرمون خانو دیدم، توی باغ بزرگی نشسته بود و ملائکه ها بادش می زدن. هر کی رفت راحت شد، از این عذاب دنیا خودش راحت کرد. خب دایی جون، کی برمی گردی آبادان سر کارت؟ تازه می خواستی ماشین بخری؟ من تو این دنیا دیگه کاری نهارم الا یک کار، یعنی سه کار. خودم یکی یکیشونو میرفستم اون دنیا تا کام روابشون و ملائکه با عادش رو مزنم. جوونی نکن ننه، تو تازه داشتی عاقل میشدی، کاسبی میکردی، تو به کارت بچسب. دولت خودش اونا رو پیدا میکنه و سزاشونو میده. دولت اونا رو پیدا میکنه، درست، سزاشون هم میده، درست. اما میدونی چی میشه؟ تو چی میدونی ننه؟ حالا باید بفرست، فکر منو نکن، بکشی میکشنت. آخه یه خوردم فکر این بیچاره رو بکن. هیچ کس نواست بفهمه که فاتی واسه چی خودشو کشت، حتی افسره کلانتری. خلاصه جای درز نکنه، ازم تو هم چیزی به کسی نگیم. چشم قیصر. راستی ازم، طرف های غروب میام خونتون بادکوار. تشریف بیارین، قدمتون رو چشم. خدافز ننه، قربون شما. خدایا به تو میسپارمش. چطوری آقا من؟ سیاپوش دعا شد. همه چی میگذاری؟ اصلا کسی نفهمید اینا کیا بودن. آخه یه نفر نیست که از شما دوتا داداش و اون خاندایی که رو چش همه ماست یه بدرنگی دیده باشه. همه شما خوشرنگین. چرا یکی هست که قیصر اونو پاک یادش رفته، از تو هم گله داشت. کی آقا رضا؟ هر از اون نشد ننه مشهدی. میگو قیصر قول داده ما رو ببره مشهد، میگو قول مرد یکیه، کیه که به مردونه که قیصر خان شهید داشته باشه. آره بهش قول دادم هر جوری باشه میبرمش. تو چرا این ریختی شدی؟ چی زدتت؟ قصهش درازه. کجا؟ یه چی با من بودم، حاجی نصر، رضا 500، علی فرصت، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟
کریم آق منگور میشناسیش؟ آره از ما نظماره که بریم دوا خوری. تو نمیری به متخصص، از ما تو نخش نبودیم. آره نه گاز دنده دم هتل کوپای دربند اومدید پایین، یکی چپ یکی راست یکی بالا یکی پایین، عرق آب جو جوش رو تخت نشسته بودیم داشتیم میخوردیم. اولی رو رفتیم حالا به سلامتی رفقا لوله لول شدیم، دومی رفتیم حالا به سلامتی جم پاتیل پاتیل شدیم، سومی رو اومدیم بریم بالا آش خلی نامت ساقی شد گفت بریم بالا، ما هم رفتیم بالا گفت به سلامتی میتی تو نمیری به متخصص، خلی تو لب شدم این جیب نه اون جیب نه تو جیب ساعتی زمندار اومد بیرون رفتم اومدم دم کسی نیستم بخوابیده، پریدم تو هتل اومدم دم کوچه مرهام بغل این نرقه فروشیه اومدم با این یه سر کل میزونه اینجوریه زد بهم افتادم تو جو، گفتم هتته گفت افت یکی گوش تو گوشم، گفتم نامرده دوش زد از اولیش قایم تر زد داد کلم جیبم که برم و بیام چشم وای کنندم از خونام. حالا ما همه گفتیم زدیم شما بگین زده، آره خوبیت نره وارده که کریم چطور شد؟ اون یه هفته یه که اینهو قاپ بدنشین به افقلق شده سهری کله پاچه خوردیم از دلم در آورد، گفت میخواد داره قوم زیارت، از اون برم نمیدونم میخواد داره کجا، گمونم میخواد داره مسافره، هستی هم میره الان هم عمومه. همین هموم زیر بازار چه؟ آره گفت کیسه و صابونه و بعدش هم رای زیاره. سلام علیکم قیصر خان. سلام. شویا. Thank you.
عافیت باشه. بفرمایید آقا قیصر. بفرمایید. خدا برکت بده. اتفاق میفته. من یه رابطه میونه اون قتل و این یکی حس میکنم. همینطوره قربان. اینجا خیلی وقته که آروم بود. بازم آرومش میکنم. دیگه دوره این حرفا گذشته. خواهش میکنم بریم. متبرد شد. خواهش میکنم. خواهش میکنم بریم. برو بچه. برو جانم. برو. بفرم خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم بریم. بفرمایید. خواهش میکنم. برو جانم تموم شد. دکو. چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ خبر داری که کریم آقمانگلو تو همون کشته؟ خب؟ آره تو کشتیش؟ آره تو هم قاتل شدی؟ نه قاتل این یکی، دوتای دیگه هم هستن. پس تقدیر من اینه که بچه هم به دست خودشون یکی یکی خودشون رو نفله کنن. شما هیچ فکر نمی کنین که تن باباتون تو گور می لرزه؟ فکر من پیرزن رو نمی کنین که تو این دنیا چشمم پشت سرتونه و گوشم به صدای پاتونه. اقلا بس هر روزی تو یکی رو ببینم. جواب ازم رو چی میدیم؟ جواب خدا رو چی میدیم؟ خب تقدیرم هم همینه دیگه. اون به فکر شوهر باز خودش باز باشه. این دور از انصاف و مردونگیه. احترامت واجب خانده ایم. حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدی یه نخود مردونگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جا بجا کنه. وقتی زجش میدادم میره فرق میخورده، عربده میکشید، دیوارا تکون میخوردن، هرچی نامرد بوده اینه اون موس تو سراخ رابا قایم میشدن. چی شد؟ رفت زیارت و گذاشت کنار. مثل یه مرد شروع که کاسبه کردن و پول حلال خوردن. اما من گذاشتم این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خانده ای نزلیم بیزننت. حالا دست فرمون کجاست؟ اون فاتی که تو این دنیا آزارش به یه مورچه هم نرسیده بود کجاست؟
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم و همه سرگرمیشون رادیو. الهی نور به قبرشون بباره. چقدر شبایی محرم زومنو داشت فرمون را میفتادیم و میرفتیم، هرچی اون کاسبی کرده بود برای فقیر فقرا سهری میخرید و پول افطارشونو میداد. حالا چی شد؟ ست بیمعرفت، ست از خدا بیخبر، مفت مفرن فرستاد از زیر خاک. منم یک کارو میکنم، منم میفرستمشون زیر خاک. تازه این اولیش بود، تو نمره رو پاهام افتاده بود، نمیدونی چه ارتباطی میکرد. نه نه، چشاش تشکاس در میومد خانده ای بفهمی، چشاش تشکاس در میومد. اونم وادار به التماس میکنم، حساب یکی رو کشونو میرسم. بایتون نیاد، شما دیگه برای خودتون عمرتونو کردین. منم دو تگیر کوچک دارم، یکی این که به این ننه مشهدی قول دادم ببرمش مشهد زیارت، یکی هم یه جوری مهرم و عدل ازم بیارم بیرون. فقط همین و همین. خیال میکنی چی میشه خانده ای؟ کسی هم مردل ما ناراحت میشه؟ نه نه نه، صرف که آفتاب بیفته سر اون دیفال، صرف هم که از اونو مقره و بگن، همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم. همینطور که ما یادمون رفته، دیگه تو این دور زمانه کسی حوصله داستان گوش کردن نایره. کیه؟ کیه؟ واکن، منم قیصر. سلام، چه عجب. سلام، داشت خونه هست؟ الان پیداش میشه، حالت خوبه؟ یخته عوض فرتی دنیم. چی شده مگه خوده نکرده؟ طوری شده؟ طوری که نشده. میخوایم بریم تو مهمون خونه؟ چرا لفظ قلم حرف میزنی؟ بریم تو اتاق نشیمون. خیلی خوب باشه. یه چایی درست کنم که ایوا قیصر خان، چرا دم در وایستادین؟ بفرمایین تو، بفرمایین این بالا. ای بابا، بالا پایین نره، همینجوری خوبه. الان خونه خودمون بودم، میدونی که همیشه چایی ننه رو براست. همین الان آقا داداشم خسته از کار میاد و چایی میخواد، ضرر که نداره. اومدم یه خطبات حرف بزنم. خیر باشه. کاش که خیر بود. من تو درد سر افتادم. واه، چجور درد سری؟ من دیگه با تو محرمم، ما شیرینی خورده همیم، به من بگو چی شده. حالا برو با کارات برس. بعد دو دقیقه دیگه چایی حاضر میشه. پیروزا با خاندایی جون و خانم جون رفته بودیم سر خاک، گفتیم حتما شما طرفای عصر اونجا پیداتون میشه. نه، کاری واجبتری داشتیم. چه کاری؟ گوش کن عزیزم، تو دختر خوبی هستی، این که میگم نه این که از این بابته که تو خطایی کردی و از این حرفا، نه، من لیاقت این که بخوام خونه زندگی درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شده. من هر کاری که بگی میکنم،
اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر خیلی بده با شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته و اون وقت داماد تو بزنه. میگم ببین چی از دختره دیده، اما به اسمت زهرا برا من این حرفا نیست. من بعد قیصر زن کسی دیگه نمیشم، یا تو یا هیچ کس. برا داداش عباس هم خیلی بد میشه. حالا میشه بگی چی شده؟ آره من از عباس خجالت میکشم، اما من بی خودی توی یه موضوعی قاطی شدم که اصلا فکرش رو نمیکردم. نکنه که چی؟ هیچ، یه فکر بدی کردم، ولش کن. چه فکر بدی کردی؟ آخه میگفتن امروز تو حموم زیر بازارچه یه نفر رو کشتن. خب این به من چه ربطی داره؟ هیچی دیگه، آخه تو گفتی به گرفتاری افتادی. من برم به سماور یه سری بزنم برگرد. یه دو سم من نمیتونم با تو عروسی کنم، چون دیگه اختیارم دست خودم نیست. مثل آدم های مریض و لحوال از فرد خودم خواری نهره. تو داری زیرش میزنی قیصر خان. من تو حالا به هیچ کس و ناکس نارو نزدم. تو هم جرات نداری از این حرفا به من بزنی. تو خوشگلی، نجیبی، خونه داری، سگت میارزه به هزار تا زن قرتی تو خیابونه. بعد همه اینا ما دوتا بچگی با هم بزرگ شدیم. من به دشمن خودم هم کلک نمیزنم دیگه، چه برسه به تو. من راست راستی خاطر خاتم از داداش عباس. آق داداش قیصر خان اینجاست. چه عجب یادی اما فقیر فقرا کرده. بسام مرد مردا، چه عجب از این طرف. میبخشی پام خواب ازم چهره درست کردی. نوکرتم همیشه هر جه میری دست بغل آقایی میریزی وسط. مخلصتم. مردونگی دیگه خیلی کم شده، میدونی واسه چی؟ واسه اینکه همه رو تو قبضه کردی، دیگه چیزی واسه کسی نمونده. آبجی اون پره نه تلخونه علم کن. چش راستی خبر داری که کرم آق منگل تو هموم زدن؟ حالا یه چیز شنیدیم. حالا نمیدونم ما فردا علاف میشیم یا نه. تو واسه چی علاف بشی؟ آخه ما فردا قراره بریم آبادان، از اونجا اون یه کمی جنس بده من بیارم چهر اونو برای یه ماهی اون بره کویت. اون که؟ رحیم آق منگل داشت همین کریم خدا بیامرزه که امروز کشتنه. ای بابا ول کن عباس، کجا قرار داری؟ فردا اون یه کاری تو سلاخونه داره که باست منم سر ساعت 9 اونجا باشم. قراره یه پول پرایی بگیر و اونجا یه راست را بیافتیم.
زودتر کارات رو برو کن واسه مشهد را بیفته. سلام قیصر خان، راست میگی میخوای منو ببری مشهد؟ من حاضرم، من که کسی رو ندارم، خدا انشالله بهت عوض بده. تو خیلی گردن من حق داری. خب منم بهت قول داده بودم، راستش خودم هم محتاج به زیارتم. انشالله خدا به شما عوض بده. سلام خانده. سلام قیصر، مادرت رفته زیر بازار چیه عقبت، ندیدیش؟ باز چی؟ یه کاغذ برات اومده که برگردی آبادان سرکارت. من دیگه اونجا نمیرم. واسه چی کار نمی کنی؟ اینکه یه کار بزرگ دیگه دارم. منصور بود؟ نه، رحیم بود. تو جوونی، تو بیفکری، با این ندونم کاریات پاک خودت انداختی تو هچل. اما تو همون تایی دلت این هچل دوست داری نه؟ بگو خانده، کسی که بچه ردیفی تو جوب میشینن از زرنگیش تعریف میکنن، یه پهلوان قدیمی که زیری مادا چه روش قسم میخورن. اخ خانده، تو آدمو مایوس میکنه. اگه قرار روزگاره که هر کسی پیر بشه دلشم کوچک بشه، خدای من هیچ وقت پیرم نکن واسه اینکه اصلا حوصلش نیرم. ساکت شو، تو چی میدونی؟ آدم هرچی بیشتر پیر بشه بیشتر خودشو به خدا نزدیکتر میدونه. تو حالا جوونی، داغی، از اون خون کیف میکنی، اما من نه. تو یه بچه‌ای. من بچه‌ام؟ آره من خیلیم بچه‌ام، واسه اینه که هرکی تو گوشم بزنه میزنم تو گوشش. اما تو چی؟ دلت بخواد تو گوشت که بزنم بگی من پهلوونم؟ پهلوونم باید افتاده باشه. تو گوشش که میزنن سرشو بنزه پایین از زیر دیوار رد شه. شما اینو بهش میگی پهلوونه؟ من هیچ وقت ندیدم اون خدا بیامرز رو حرف من حرف بزنه، اما تو جواب بدی. خب من اینجوریام دیگه. تازه من که به کسی کاری نداشتم، داشتم کاسه میکردم واسه خودم یه نون بیار شده بودم. این نامرده که نامردی درست میکنه. مادر دو سه روزه از پشت قنات میره بازار چیه میدونی واسه چی؟ یه دفعه از اون ور رفته بود و جلوی دکون بسته فرمان قلبش میگیره و زرد میشه و همه چیز جلوی چشمش سیاه میشه. نمیذاشت تو بفهمی. بهش گفتم بره امامزاده یه خورده قلبش باش، قلبم یه کمی هم فکر مادر پیر باش. بیا اینه نشونه ننه بده، بگو خوب بوش کنه تا درد دلش آروم بشه. بهش بگو، بگو قیصر یکی دیگه واسه میاره. میرم مشهد زیارت، به ننه مشهدی قول داده.
میدونم که گناه بزرگ من این اعظمه، این دختر پاک و معصوم که تو این دنیای پر نامردی و کثافت پاک و مطهر مونده. خودت خوب میدونی که میخواستم باهاش عروسی کنم، اما با این وضع که نمیدونم به سر خودم هم چی میاد، چطوری میتونم یه دختر پاک و علاف خودم کنم؟ تازه ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم با هم عروسی کنیم. خدایا خوشبختش کن. از ما گذشته، از ننه و خاندهی هم گذشته، اما این معصوم، این اعظم که اول جوانیشه باز خوشبخت بشه. شب خونه ما میخوابی یا برسونمت خونتون؟ نه 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 جون، میرم خونه خودمون میخوابم. دیگه از این به بعد تو این دنیا تا وقتی بمیرم کارم اینه که تو رو دعا کنم. نگین، بذاریم من بهش حالی میکنم. کیه؟ منم قیصر. سلام، داشت خونه است؟ آره، زیارت قبول. بیه تو. رفتم خونه، در قلف بود، دلم شور افتاد، فکر کردم شاید رفته باشن خونه دایی میتی. خاندایی اینجاست. طوری شده؟ نه. سلام. سلام قیصر، قبول باشه. ایشالله سفر هرچی مصیبت مال بدبخت هست، حالا شما که جوونی، اوخ
خاندایی رو بگو که چند تا داغ باید توی یکی دو ما ببینه. کجی دفنش کردی؟ خوب اومدی، خدا بیامرزتت خواهر. امروز تموم کرد، تا بردیم و شستیم شب شد. میدونی که خوب نیست قلوب مرده رو دفن کنم، گذاشتیمش برای فرد و صبح. ای بابا بس کن دیگه قیصر خان، همون روزی که شما اصرش رفتین مشهد، صاحب شریم آق منگول تو قصب خونه تیکه تیکش کرده. با من قرار داشت که بریم کویت. آدم دیگه از یه ساعت بعدش خبر نداره. اگه بدونی منصور داشت بزرگش چی کار میکرد، زیمین و گاز میگرفت. اون سویلا نشونده منصور میخواست خودشو بکشه. این سویلا که میگی با منصور رابطه داره؟ بله، منصور قیبش زد، دو داشتشو کشتن. اون از خودش میترسه، اونم میگفت تا سه نشه بازی نشه. این سویلا که میگی کدوم سویلا؟ همون سویلا فردوس، تو کافه فردوس میخونه تو ادام. قطعی شده که این دوتا برادر رو قیصر کنی؟ آره، بعد از دفن مهلتش نمیدیم. باشه. فردا ساعت سه بعد از ظهر بیا سر چهار پهلوی بالا، اگه بلد نیستی بپرس. قربونت برم، قربون شما. قل يا أيها الذين
آدمم بابا، همون خاندایی. مگه ما چی کار کردیم که باید تو آتیش تو بسوزیم؟ فقط یه من موندم و یه خاندایی. اخ مصب سگ تو روزگار. آخه تو چی میگی؟ خیال میکنی من دلم میخواد آدم بکشم؟ به ولای علی نه، منم دوست دارم آروم باشم، مثل همه مردا کار کنم و شب وقتی میام خونه زیر بغلام پر باشه و تو در روم وا کنی. بیا دوتایی فرار کنیم دیگه، این فکرهای بی خودی رو بذار کنار، بریم یه طرفی. تو که دیگه از این بدو بدو و فرارا خوشت نمیاد، اصلا بیا یواشکی بریم یه جایی قیصر. آره منم خسته شدم، وقتی تاس آدم بد نشست بد نشست، اما من فرار نمیکنم، فرار آدمو کوچیک میکنم. آره من تا آخرش میرم. پاشو تو رو میذارم لب خط، برو خونت، من هم میرم یه گشتی میزنم و فردا پس فردا یواشکی میام یه سر خونت و سنگامو وا میکرم و یه فکر میکنم که چی کار بکنم. شاید خودم رفتم کلانتری و خودمو لو دادم. باشه. سری 55 عثمان بفرست در میز موسی. چاشم هله من یه 20 سالی هست یه زیارت نمیشونم نیم چهت فر 55 میز حالا میدم اینو بده به اون خود نامرد باز پیدا شد. سلام بفرما، حالت خوبه؟ ماشالله جوان شدی پسته بخور برات خوبه بهتره. بله بخور جانه بخور بکن آقا بخور یو مذرد رفتی مال فرد هست بدم آقا، فرد روز خوشبختیه میبریم. فقط یه دونه چون آها همینا اینو میسیا بدم فردا. نمیخوام مال فردا، فرد روز خوشبختی میسیا. نمیخوام برو.
با اجازه. چطوری خوشگل؟ تو خوشگلی یا من؟ تو خوشگلی. ما پامون از 30 سال بذاریم اون برمیشیم یا آکلی. من از اهواز میام. اینجا نشونی زن رو بهم. پیشته پیشته آقا جون حاجی مامانی کاری داشتی؟ سهیلا خانم شما این زودتر حرفتو بزن کار دارم. چرا بایستدی بشین؟ من نمیشستی؟ نه زیارتت نکردم. میشه زودتر بینالی عزیز؟ خیلی عجله داری بزن بچه ها کلابود کارت داشتم که فرستادم دنبالت.
نمیدونم، انقدر خستم که نمیدونم چی دارم میگم. شام میخوریم؟ نه قربونت، ما شاممون رو سر شب میخوریم. شاممون رو قرار دادمونه. من یخته پر نه خیلی یخته بد نه. آره پول واسه منصور آق منگولا بردم، از احواز اومدم، هر جو دنبالش گشتم پیداش نکردم. بلیت گرفتم که فردا برگردم، اما بهم گفتن سایل فردوس اونو میشناسدش تو. شو اونو میشناسیدش؟ بینه این پول از چه بابته؟ هفته تو پیش از اینا به داشت بزرگم یخت پول قرض داده بود، داشتم میخواست بلم بخرم، خرید و کاربارش خوب شد و رفت مکه. ام مکه که اومد این پولو داد به من و گفت هر طوری تو میتونی پولو بهش بده. اون گفت خواب دیده که باس بده کاریشو بدم. جون من، جون تو، خود آقا اومده بود به خوابش. به کسی نگی ها، اون دستش این ور اون ور تنگ آفتابی نمیشه، ولی من فردا اونو میبینمش. چه مرد نازنینیه، جون آقاش خیلی لطیه. حالا چیکار میکنه؟ تو راهن قسمت اوراقی ها. اسم داشه چیه؟ آخه من بچه اهوازم. رحیم، ملقب رحیم پاره پوره. نمیشناسمش. نمیشناسیش؟ نه. تو باز چی تو نمیشناسیش؟ همون که زیر بازارچه آج مهدی آج مرفوخ. نه نمیشناسم. عجب آدم خنگ هستی بانو. همون که رفته بود سربازی، والدش دل ناگرون بوده. خب ما دیگه باید بریم. سب کن منم میام. گستان نامه اعمال بارو برده بیا بشیم بریم. تو میاد دقیقه بینم شب کجا میخوابی؟ یه مسافر خونه. اگه دهنت قرص باشه میتونی بیای پیش من. باش بیا باش. تنهایی؟ آره. چطور؟ همسایه نیری؟ نه بابا، بابا کاری نداره. دستشویی کجاست؟ اونجاست. تو کدوم اتاقی؟ من اینجا. گفته که نه که اخ که من از این رو تخت خوابیدن خیلی در خورم. صدای جیرجیرش نمیذاره تا صبح بخوابم. گوشون چی میگن؟ بگو گوشم با توی تو سرخت زیادتر بخواب. واسه این که من میخوام زودتر به هم سراغ آق منصور، تو دیرتر بیم شک میکنه. وازش میکنی؟ چرا تو فکری؟ تو فکر فردا.
آقا این منصور آقمنگولو کجا میشه پیداش کرد؟ همین الان از این بر رفت برشیخت پولمول آوردم مش بده کارم میتونم برم تو؟ آره اگه زود بری بهش میرسی یه بده کاریم به من داره قربون شما شما دو نفر از اون طرف چشم. بقیه هم دنبال من بیاد اینجا الان در محاصره پلیسه بیا خودتو تسلیم کن پلیس صحبت میکنه تو دیگه راه فرار نداری جنایت بسه هر جا هستی بیا بیرون Thank you.
سرزمین پارس و در خانه